درود فراوان به ملت عزیز ایران زمین. امیدوارم که دلهایتون شاد باشه، امیدوارم که همیشه در پناه خداوند زندگی های پر از آرامش داشته باشین. هرچی هم این روزا آرامش نیست، ولی ما باید سعی بکنیم که آرامش خدا رو بگیریم. قبل از اینکه دعا بکنم میخوام یه آیه از امثال بخونم. امثال 29:25 میگه کسی که از انسان میترسد گرفتار می شود، اما شخصی که به خداوند توکل می کند در امان می ماند. واقعا کسی که به انسان توکل بکنه ترس ها همیشه براش میاد. ولی بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم. عیسی مسیح بذار ما رو هدایت بکنه. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم که یک روز دیگر، یک وقت دیگر به من دادی تا نام تو جلال بدم ای خداوند، تا بتونم از طریق این تلویزیون دلها رو به نام تو لمس بکنم ای خداوند و دلها به طرف تو بیان ای خداوند. خداوند این روزا روزهای شرید از تو می طلبم ای عیسی مسیح. خداوند بر قلبای ایرانیا بتاب ای خداوند و بر قلباشون وارد شو ای خداوند و قلباشون رو لمس کنی قدوس. ای قدوس این برنامه منو تحت حمایت و هدایت خودت بذار تا واقعا نام تو رو جلال بدم و بتونم خداوندا حقیقتا برای تو نور نمک این جهان باشم ای خداوند. شکرت میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب گیلونین عزیز، شمالین عزیز، چطورین؟ خوبین؟ همه چی برا خدا رو شکر. امیدوارم که همه چی برا ببون همیشه برای شما، همیشه خوش باشین. این آیه بخوندم به خاطری بخوندم که واقعا کسی که به انسان تکیه کنه ترسا از هر طرفی برای او رسنه، برای اینکه انسان اونقدر قدرت ندانه که ما رو تقویت بکنه، ما رو پشتیبانی بکنه. ولی خداوند، کسی که به خداوند ایمان دانه و به خدای زنده دست نیاز درزا کنه، ایمان بدار اینکه او خداوند هیچ وقت شما رو درمانده نکنه. ولی با قلبی پر از حقیقتا، با قلبی که خواست عاشقانه خداوند دوست بداری، نه اینکه مثل روزهای نمیدونم یک روزهای مخصوصی بود، مثلا امین ما مای محرمه که مردم خوشان سر سینه زینن، غمه زینم خوشان سرکله، ندونم زنجیر تیغ ده بدنن زینم خوشان پشته، فکر کنن که با این شریعت به خدا رسنن، در صورتی که بجود بت پرستی چیزی دیگه کردنین. حقیقتا خودتون یک بار بنشین بین این بت پرستی یا ایسی یا نه. ما آدم مرده پرستش بگونم، آدم مرده ای که او موقعی که زنده بود خدا اونا به وجود برده، بعد اون آدم بمرده مونه بوشم دست رضا کنم به سوی او، به سوی خدایی که ما به وجود برده دست نیاز رضا نکنم، تیغ بزنم در سرکله ایمانه همه جا خونی ساگه، یک ساله تیغ زین پدرانه زاگه، یک ساله تیغ زین اون سر مینه، زنجیر من ندنم تیغ دودنم زینم خوشان پشته، خوشان سر صورت زینن، سیلی زینن، دینو دونم چی؟ بابا 6 میلیون دلار پول شما رو بیته دارن، برده دارن، عراق دارن برای همین مای محرم غذا بدن. کارگر بدبخت پروز بدیم در فیسبوک داد فریاد کرد و 6 ماه ما حقوق هم دهیم. مو در این 6 ماه بدبختی و بیچارگی کشیده دارم. زن بچه من گرسنن. بعد شما 6 میلیون پول بگینین مال این ملت، بگینین بینین در عراق برای روز من ندارم شام و نار محرم بدین، برای کسی که نه حاجتی به ما دینه، نه اصلا مرده ایسی که اصلا خودش نجات اگه بده خیلی. تا کی ما خانیم از این
چیزون باید بیرون هوشیار باید. هرچی هم مردم ایران الان هوشیارن، واقعا هوشیارن. بعضی که دستشون به دهانشون رسنه پولی دنن، ایشون بگینن چی کنن؟ ایشون گونن که آقا ایران ای تو نگه ایران همه خوشن خورمن. بدبختی و بیچارگی ایرانیان نینن، بدبختی و فرزندان نینن که کنار خیابونو نیسن سیگار فردنن، ندونم آشغال جمع کردن. دولت ایران بجز بدبختی و بجز بیچارگی بیش از این نبینه و از افکار پوسیده عقب افتاده بعضی از ما استفاده کنه که 1400 سال کسی بمرده همه اونه بزنیم، غمه بزنیم، سینه بزنیم، بدن امروز بایم دولت همه پول بگیره ببره او طرفی غذا بده. حتی حاضریم یک باری قرآن بخونیم، حتی حاضریم دینهایی که دانیم کتاب دینی خودمونو بخونیم. حداقل ببینیم کتاب دینی ما چی بنویشته. بابا این گونن معذره خانم گونن امام حسین فلان بوده بیزار بوده باشی، من به تاریخ رجوع بکنیم ببینیم واقعا کتابی دانه چیز دیدنه اصلا واقعا این چیز بو یا نه. کربلا که اون موقع گونن که بین فرات و دجله و فرات نه پر از آب، بعضی عمقش 100 متر، چطور یبنه شما 100 بزنین با دست دبدین اورا؟ یعنی با عقل ما رجوع بکنیم. رودخونه ای که 100 متر بعضی جاش به 100 متر، به 50 متر، به 20 متر. آقا 2 متر اگه بدارم من نمیده بدم، 5 متر بداره با دست من نمیده بدم، 100 متر بداره مرکه 100 بتونی هم من نمیده بده. برحال مو امروز خانم از این چیز دیگه صحبت بکنم ولی یک دباک کجاویم به جای دیگه شده داریم. امروز خانم به شما بگم که این مردم ایران اینقدر به سر سرکله خودتون نزنین، اینقدر از ترس های خودتون باید بیرون. واقعا ترس از این انسانون ندارین، ترس از خدایی بدارین که روی شما در اون موقعی که با آسمان بوشو به بهش را پیدا نکنه. ایرمونو دونم اینه به ای بوته به قربانی بگونم اکت خدا از هرچی بوت پرسی نفرت دنه، واقعا خدا نفرت دنه. عیسی مسیح ما خودش قربانی ما بوده، خودش خدا در جسم انسانی به ما خودش قربانی بوده که من و تو از این گناه ها از این شریعت ها نجات پیدا کنیم، ده به این شریعت به مردن ده وابسته نبیم. امروز بایم از این ترس ها از این خمیدگی ها بیایم بیرون، خمیده بوایم ملت ایران، به قدرت نام خداوند بلند ببین، ترس از انسان بنین کنار، ترس از خدا بدارین نه از انسانون. موقعی که برای اینکه ما به خدا نگاه نکنیم، پتروس وقتی عیسی مسیح روی آب آمده بود پتروس بود که او رو آمده، بعدم بدن که عیسی مسیح آمده بود، تو عیسی مسیح خداوند تویی که داری میای؟ گفت آره. گفت منم میتونم بیام روی آب؟ گفت بیا. وقتی روی آب بمر را بشو تازه بفهمه آره خودش هم تینه. ولی تا اون موقع که به خداوند نگاه کرده بود، نگاهش به خدا بود، به عیسی مسیح بود، لغزش نخورده نکته زیر آب نشو. به محضی که موجا و توفانان ای طرف و طرف نگاه بوده در جا فرو بشو بودو خداوند آمنه دریاب که عیسی مسیح دستش بیته. ما همیشه در زندگی ای ترسان گرفتاری ها، ترس از منو دونم بیپولی، ترس از گرسنگی، ترس از کرای خونه ندادن، ترس از بیکاری، ترس آیا ای خداوند الان می زک شده بیرون، آیا ای زک سلامه شده، همیشه ترس ترس ترس. او الان ما اگه بوشو مرم مثلا اگه سینه نزنم الان منو نم تموم ایمومان الان زینه می سرکلا شکنه، نه بابا همچی چیزی نیه. ای ترسونه که ما رو داغونه قدره، الان ای ترسونه که در ایران مردم همه داغونه بودرن.
بایم از ترسون رها ببیم، خما بویم زیری ترسون، یک دفعه بلند ببین بگین که خداوند خانیم به تو ایمون بدنیم، خداوند تو ما رو نجات بده از دست شریر و شرارت، دعا بکنین در زندگی تو، خدا کنه تا تینی دعا بکن، همیشه دعا بکن که خدا قدرت خداوند قوت خداوند در بدن تو بایسه، در تمام زندگی تو بایسه. در لغای 8:40 بشیم آیاتو بخونیم که ببینیم خداوند چی گونه. در اشیام خوب گونه، اشیا گونه 43 گونه که نترس زیرا من بهای آزادی تو را پرداخت کردم. عیسی مسیح ما بهای آزادی من تو را پرداخت بوده که از این ترس ها رهایی پیدا بکنیم. پس گونه نترس زیرا من بهای آزادی تو را پرداخت کردم، من تو را به نام خواندم تا مال من هستی. هنگامی که از آبای عمیق بگذری من با تو خواهم بود، هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی، هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند. وقتی به خدا ایمون ببینیم مشکلات بیشتر آبانه. دونی چره؟ برای اینکه ما از شیطان آزاد آباییم. تا موقعی که با شیطان راش رو داریم شیطان کاری با ما نداره. موقعی که با شیطان را میدی، موقعی که از شیطان جدا میشی یکی از اعضاش کم میشه دیگه. بعد وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری بیشتر میخواد تو رو ضربه بزنه. ولی اون موقع میگه خدا میگه نترس زیرا من بهای آزادی تو را پرداخت کردم. اون موقع هست که من بایستی به عیسی مسیح وصل بشم، خداوندی که جان خودش برای من داد. امروز میخوام از قدیم بخونم براتون همیشه. اشیای 29 رو بیارم براتون. ببین خداوند چقدر میگه نترس. 29:17-22 میگه پس از مدت کوتاهی ایران را دوباره به بوستان پر ثمر و جنگل پر درخت تبدیل خواهد شد. این خداوند گفته گونه ای قوم من نترسین، من دوباره شما را نجات خواهم داد، دوباره شما را نجات خواهم داد، دوباره شما را همه را جمع خواهم کرد، به ایران خواهم آورد. خدا در هر موقعی برای هر کشوری گفت امروز ما قوم ایران انتخاب شده خداوندیم، مثل که اون موقع قوم اسرائیل انتخاب شده خداوند بود. ما امروز قوم برگزیده خداوند شدیم. تنها رمز پیروزی زندگی ما نام عیسی مسیحه. خداوند ما را از قید و شریعت اینا بیرون آورده. خداوند میگه نترس، شما را جمع میکنم دوباره، دوباره میارم در کشورتون، کشورتون به بوستان میکنم، جنگلا را همه را براتون آباد میکنم، بعد منو پرستش خواهین کرد، بعد میفهمین که من خداوند شما. خداوند پرجلال ما را همچون رودخانه وسیع محافظت خواهد کرد تا هیچ دشمنی نتواند از آن عبور کرده به ما یورش برد. خداوند پادشاه و رهبر ماست. او از ما مراقبت خواهد کرد و ما را نجات خواهد داد. خداوند پرجلال ما را همچون رودخانه وسیع
محافظت خواهد کرد تا هیچ دشمنی نتواند از آن عبور کرده و ما به ما یورش برد. امروز ما قوم انتخاب شده خداوندیم. از ترس های ما بیایم بیرون، یک بارم شده دینی که داریم بخونیم. عیسی مسیح میگه بیایید نزد من ای تمام گرانباران، ای اونایی که خمیده این، اونایی که ترس دارین، بیایید نزد من، بجویید تا به شما داده شود، بجویید تا پیدا کنید، بخواهید تا داده شود به شما. خداوند میگه نترس. امروز این ترس باعث میشه که ما غمه بزنیم رو سر ما، نمیدونم زنجیر بزنیم رو سر کله و پشت ما، سر سینه ما رو با مشت لگد بزنیم. نمیدونم در فیسبوک ها میبینی مثلا پیش یک حرمی میرن جلو، نمیدونم غلط میخورن پیشش، نمیدونم میخوابن سینه خیز میرن. میگم ما سگ درگاه توییم. به مرده، یعنی ما بت پرستی رو تا به حدی رسوندیم که بگیم که به یک مرده بگیم ما سگ توییم، در صورتی که ما فرزندان خدای زنده هستیم. ما فرزندان خدای زنده هستیم، ما سگ دربار کسی نیستیم. در زمان قدیم پادشاهان مجسمه ها می ساختن و مردم را می گفتن که بیاین آقا اینجا تعظیم بکنیم. الان هم همینجوری شده. بریم یک سرودی بشنویم برگردیم. اندر این جهان مملو از گناه، دوز آب حیات و راستی و راه، سرگردان و بی پناه و ناامید، به انتظار که چاره‌ای گردد پدید. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح ای تنها منجی جهان. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح ای تنها منجی جهان. اینک از گناه و غم آزادم من، این چگونه در حضورش آدم من، من قلبم در جست جوی اوست، دانم که این همه از فیض و رحمه. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح ای تنها منجی جهان. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی من، مسیح ای تنها منجی جهان.
بازگر در فغان بود. عیسی را بخوان تا شیطان دور شود، در روح و وجودت حکمرانی کند، آرامش مسیح در تو پدید آمد. ای منجی توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح ای تنها منجی جهان. ای منجیم توی خدای من، ای سرورم توی شفای من، ای رهبرم توی امید من، مسیح ای تنها منجی جهان. با درود دوباره به ملت عزیز ایران، خوشحالم که واقعا برنامه‌ای دارم میتونم گوشه ای از کلام خداوند براتون بگم. به ایمان دارم که امروز که شما به کلام خداوند گوش میدین و از حقیقت آگاه میشین، از حقیقت گریزان نشین. امروز بیایم به این حقیقت پیوند بخورین، چون همیشه انسان ها از حقیقت بدورن. وقتی حقیقت بر آنها آشکار می شود ناراحت و عصبی می شن. شما امروز بیاین این حقیقت، یک حقیقتی به مردم بگین، بیاین مردم چقدر ناراحت هم، ولی بیاین دروغ بگین به مردم، بیاین چقدر خریدار دارین دروغ. ما همیشه دروغ ها رو باور داریم و از خرید ما همیشه از دروغه، از راستی نیست. امروز خداوند عیسی مسیح بر کشور ما لطف کرده، به ما رو قوم جدید خودش کرده. ما خلقت جدیدیم در خداوند. امروز که لطف و فیض خداوند که شامل حال ما ایرانی ها شده، بس بیاین این خداوند رو بشناسین. بیاین عیسی مسیح که شما در قرآن هم میگین پیغمبر اولوالعزمه، بیاین این عیسی مسیح رو بیشتر بشناسین. بیاین کتابشو بخونین، تعلیماتشو بخونین، ببینین این کسی هست که میتونه ما رو نجات بده یا نه. وقتی تعلیماتشو میخونی میبینی پر از محبت، پر از مهر، پر از صفا، پر از فیض. نه فقط صحبت کرد بلکه عمل انجام داد، بلکه هر چی گفت انجام داد. مرده رو زنده کرد، جزامیار شفا داد، خمیدگان بلند کرد، مفلوجین بلند کرد. همین حالام در نام عیسی مسیح مردم شفا پیدا میکنن. تویی که امروز دل شکسته ای، برو به نام عیسی مسیح دعا بکن، خداوند تو را از این دل شکستگی بیرون میاره. امروز نرو برای مردگان خودتو نکش، امروز برای مردگان سرتو تیغ نزن، غمه نزن. امروز برای مردگان خودتو نزن، داغون نکن، برو به خدای زنده دست بیا. خداوند امر کنه که واقعا او فیسبوک می مبدیم مرد نان ندنه بخوره، شش ماه حقوق ندنه بدن. حقیقتا گوته دو که آقا 1400 سال پیش حسین نامی به مای بمرده، اما الان به خاطر او حسین که عرب بوی، اما ایسای می داغون آبادری میره، موشیش ما آقا نامه میزنه بچه هم گروس نهی. یه نفر دیگه بود آقا نگو علی. برای چی؟ برای اینکه وقتی یه حرف زینن اوشونی که مذهبی میشونه بدنه، در صورتی که اگه بوشون واقعا به فارسی قرآن بخونن فهمنن که در این تعلیمات چی بمیشتن. نه دیگه ننم به مو خورده نگینن که آقا ما نفرت از مو پیدا نکنن که این حرف چرت پرت زینه. بوشون تو قرآن بخونن، دین خودشون بیشتر بشناسن.
آقا تن نگونیم که ببین بسی ایمون بر همی الان ببین، نه تو خودت بشه اول دین خودت بشناس، بشه او سرای کربلا گونن، بشه انه مطالعه بگون به اون موقع دجله و فرات رودی بود که با دست تو ببندی که بقید تشنگی و شون علا کابون. رودخانه ای که عمیقه با صد بتونی هم نشن اونو داشتن، با دست اونو قد تا کنی. اینقدر ایجور افسانان به ما بخورد ما بدن، اینقدر ایجور چیزون به مخ ما فرو بودن که ما الان از حقیقت گریزانیم دوریم. خداوند میفرماید اشیای 65 16 خداوند میفرماید روزی خواهد آمد که هر کس بخواهد برکتی بطلبد یا سوگندی یاد کند، تنها نام خدای حق را بر زبان خواهد ران. خدای حقیقی، نه به این سونم، به حسین و حسن و محمد و تقی و نقی و ندونم محسن و نمیدونم چی ایشون، نه، بلکه خدا، خدایی که ما را به وجود برده. تمام دنیا در زیر کنترل اونه. دیروز یه نفر همه صحبه کردم، گفت که خود تو شنه کلیسایی می چی کنه؟ بودم آرامش پیدا کنم، کلیسایی می چنم با خدای زنده خودم مچ کنم، بینم در این خدا قوت پیدا کنم، نشنم به سرکله خودم رو نزنم، بوتون رو نپرستنم. گونه اگه خدا وجود دنه، چرا اینقدر در آفریقا بدبخت و بیچاره و گرسنه سی؟ بودم آقا من و تو بیرمیم، من و تو که پول دانیم هزینیم یه قرون برای کسی دیگه خرج بکنیم، من و تو اگه بیرم نبیم او آفریقایی بدبخت که اون الماسشن از اور دوز دننن و او بدبخت گرسنه دنن، بس من و تو بیرمیم. خداوندم ننه من و تو رو آزاد بیافریده، ننه بزن همه سر مینه بگو تو چون اون همه کمک نده او را مال بیتی متکوشمه، نه، بعدم باید جوابگو ببی، او دنیا جوابگو ببی. این دنیا اینقدر سریشنه 70 سال 80 سال عمر بکنی، اگه از تمام سوانین بگذری، از تمام خطرات بگذری، اگه از تمام ندونم 80 سال عمر بکنی، آقا جان زود می نشنیدی اصلا چیش به هم بزنی عمر آدمی شدره. ما الان چیش به هم بزنیم 20 سال بدیم بیرون از ایران ایسم. خب تو چی امیدی دنی که تا 10 دقیقه نیم ساعت دیگه زنده یا نه؟ تو چی تو تینی بگی که با تا فرده تو زنده ای؟ برای خودت در فکرهای خودت، برای خودت کاخا سازنی، برای تو نمیدونم پولای جمع کنی، بعد ما گونی که خدا کوئیسه که بدبخت و بیچاره نگاه بکنه. من و تو بیرمیم، حاضر نیست به هم دیگه کمک بکنیم. اگه امروز ما دست به دست هم بدیم با هم دیگه کمک بکنیم، دولت هم منه، هیچ دولت دنیا منه هیچ غلطی بکنه، اگه من و تو دست به دست هم بدیم، ما راه رو باز کنیم براشون، دونه پاشنیم براشون، گونیم بیایم بخور، خودمون شنیم عقب. از اول انقلاب هم اینجوری بود، تمام سوادداران با سوادان ایواش واشه، تمام این میزون خالی بودن، تمام بی سواده با منواره از کوه و کله و ایره، اوچون هم آدم هن، اوچون هم انسان هن، ولی این فکر وقتی خراب ببون، دیدشون فقط یه جا یه زاویه نگاه کنه، دیه بقیه جا من نبینه. ما همیشه در تاریخ ما همینجوری بود، ما اگه 4 تا باسواد و دانشمند داشتیم خودشون کنار کشن، 4 تا بیسواد هم به جاشون نیشتن، با مردم حکومت کدن و تو سر مردم زین. بس امروز باید به خدا ایمون بریم، بدونیم که خدای ما زنده، خدای ما گونه امروز گونه نترس، من با تو هستم. خدا میگه امروز روزیه که اگه من صدا بزنی من با تو هستم. خدا تو رو آزاد آفریده، زور بهت نمیگه. امروز میگه من در قلبت ایستادم، در را میزنم، اگر باز کنی وارد خواهم شد. خدای ما جلتلمنه، خدای ما زورگو نیست. عیسی مسیح جان خودشو برای من و تو داد. امروز بیاد
هر گرفتاری داری، هر سختی داری، هر خمیدگی داری، هر ترسی در زندگی تو هست، بسپر به دستای عیسی مسیح. بگو عیسی مسیح، من امروز تمام ترس ها، تمام گرفتاری های زندگی رو به دست تو میسپارم. تو میخوام برای من راه باشی، نور باشی، تو برای من همه چی رو درست بکن. امروز دعا میکنم به نام عیسی مسیح، تک تک ایرانیان در سلامتی، در آرامش خداوند و در هدایت کامل خداوند باشه. خداوند تمام ایرانی ها رو پیروز و موفق بکنه، سربلند بکنه، دلشون شاد بکنه. این آرزوی قلب منه که امروز برای شما میطلبم. امروز میطلبم هر کسی هر آرزویی داره به نام عیسی مسیح آرزویش برآورده شه. به قدرت نام خدایی که زنده است، خدایی که ما رو آفریده، به خدایی که عاشق ماست، به ما رو دوست داره. شما رو دوست دارم. تا هفته دیگر، بدرود.